یکی بود یکی نبود. در روزگاران گذشته تاجری بود که وردستی زبل اما شکمو داشت. این وردست شکمو هر بار که زمان خریدن صبحانه و نهار یا هر خوراکی میشد میرفت و با نصف اون غذا و خوراکی برمیگشت و برای این کارش بهونه ای میاد. یک روز ارباب اونو برای خریدن صبحانه فرستاد. صبحونه شامل نون تازه، سرشیر و عسل و اینجور چیزها بود. اما موقع برگشت فقط نصف اون مقدار رو آورده بود. ارباب ازش علت رو جویا شد و گفت پسر، من به تو گفته بودم که این ظرف رو پر کنی و بیاوری. پس چرا نصف ظرف را برای من آورده ای؟ بردست شکم و گفت دیده ارباب، من وقتی داشتم می اومدم اینجا پام نیست خود خودم زمین، ببخشید دیگه. ارباب خندید و گفت ای بابا، از این به بعد بیشتر مراقب خودت باش، عیبی نداره، بیا با هم همین مقدار که باقی مانده رو بخوریم. دفعه بعد اونو برای خریدن دو پرس غذا به بازار فرستاد. اما وردست شکمو یه پرسشو خورد و با یه پرس برگشت به حجره. ارباب که این وضعیت رو دید گفت ای بابا، پسر، من تو رو برای خریدن دو پرس غذا فرستاده بودم، چرا یه پرس غذا برای ما آورده ای؟ وردست شکمو با دهان چرب و چینی خودش گفت ارباب چیزه، من داشتم می اومدم، بعد سر راه دو نفر آدم خیلی عصبانی و قوی هیکل اومدن، گفتن این یه پرس تو باید بدی ما بخوریم، اون یه پرس با تو بسه، بعد یه دونم زدن تو گوش ما، فرار کردن. ارباب که به این کار وردستش عادت کرده بود گفت عیب نداره، فقط من تعجب میکنم چرا هر بار من تو رو برای خریدن چیزی میفرستم یک اتفاق عجیبی برای تو میفتد. حال بیا همین ناهار رو با هم دیگه میخوریم. خلاصه این اتفاق هر روز تکرار میشد و حتی وقتی که ارباب مهمان هم داشت وردست نصف خوراکی ها رو میخورد و باعث میشد که ارباب حسابی جلوی مهمان ها شرمنده بشه. تا اینکه یه روز ارباب یه نقشه ای کشید و وردستش رو برای خریدن خربوزه به بازار فرستاد. اون گفت برو به خربوزه شیرین برای ما تهیه کن. زمانی که مهمان ما رسید همینجا پوست آن را بکن و بیاور تا ما بخوریم. وردست به بازار رفت و خربوزه رو خرید و آورد. موقعی که مهمون اربابش رسید و وقتی که باید پوست اون رو میکن با خودش گفت اگه من همین الان پوست اینو بکنم اینا همشو میخورن خربوزه به من نمیرسه، پس بذار یکم پوستشو کلوف بکرم، خیلی زیاد از این خربوزه بمونه روی پوستش، وقتی که اربابا و مهمونش رفتن خودم بشینم اینجا همه این خربوزه و پوستشو بخورم. ارباب که از این نقشه وردستش مطلع بود، بعد از اینکه مهمونش رسید و حسابی با هم گپ و گفت کردن و خربوزه مثل عسل رو نوش جان کردن، رو کرد به مهمانش و گفت راستی رفیق، میدانی که پوست خربوزه حسابی برای پوست انسان مفید است؟ و بعد رو کرد به وردستش و گفت آهای پسر، زود پوست خربوزه را بیاور، میخواهیم آن را به سر و صورت من بمالیم، بجم بجم. مهمان صاحب مغازه که خیلی تعجب کرده بود گفت چه جالب، تا کنون نمیدرستم که پوست خربوزه برای پوست انسان هم بسیار مفیده است، لطفا کمی از آن را به من هم بده، میخواهم به سر و صورت هم بمالم. خلاصه ارباب و مهمونش هرچی پوست خربوزه بود به صورت خودشون مالیدن و هرچی هم که باقی مونده بود ریختن توی سطل زباله. وردست شکمو که این صحنه ها رو میدید حسابی ناراحت میشد، اما فهمید که صاحب مغازه از همه نقشه های قبلی اون مطلع شده و دیگه از اون به بعد هیچ غذای نصفه‌ای به مغازه و حجره نرسید.